وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد تلاشها برای مجبور کردن شرکت اپل به شکستن قفل آیفون یک مزنون در پرونده مربوط به مواد مخدر در نیویورک را متوقف کرده زیرا فردی کد دسترسی به این آیفون را در اختیار مقامات گذاشته است رمزگشایی از داده ها موضوع یک جلسه عمومی در کنگره آمریکا در هفته جاری بود رئیس بخش اطلاعاتی پلیس نیویورک در سخنانی گفت در گذشته اجازه بررسی محتویات یک تلفن یا استراق سم با اجازه قاضی به افسران پلیس در مکانیابی یا پیدا کردن مخفیگاه مزنونان کمک میکرد اما در حال حاضر ما معنای واقعی در تاریکی گیر و جنایتکاران از این موضوع به خوبی آگاهند نگران کننده ترین مسئله این است که در وضعیت کنونی دیگر مقامات منتخب ما یا دستگاه قضایی و قوانین ما نیستند که شرایط را کنترل می کنند بلکه این شرکت های بزرگ مانند اپل و گوگل هستند که امکان دسترسی یا عدم دسترسی را کنترل می کنند جیمز کامی رئیس اف بی آی روز پنجشنبه اعلام کرد که پلیس فدرال آمریکا برای باز کردن قفل آیفون یکی از عاملان کشدار سنت برناردینو بیش از یک میلیون دلار پرداخت است در صورتی که دادگاه اپل را مجبور به باز کردن قفل آیفون میکرد دولت های دیگر هم خواهان حقوق برابر میشدند پیش از این دولت چین درخواست مشابهی از اپل داشت اما اپل آن را رد کرد فعالان اجتماعی در اعتراضی در روزهای گذشته خواهان حفظ حریم خصوصی و عدم شکستن قفل آیفون شدند